با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من امید آهنگر با برنامه با خبر امروز، یک شنبه 11 مهر ماه، سوم ماه میلادی اکتبر، در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. پس از مدت‌ها تعلیق مذاکرات برجام، شرط ایران برای ادامه گفتگوها، وزیر خارجه ایران میگوید آمریکا باید 10 میلیارد دلار پول توقیف شده ایران را آزاد کند. از سوی دیگر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد برنامه موشکی ایران هم باید بخشی از مذاکرات باشد. فاضلاب به جای آب در خوزستان. نماینده خرمشهر میگوید به جای آب فاضلاب به خورد مردم آبادان و خرمشهر میدهیم. وزیر نیرو هم میگوید ایران با بدترین خشکسالی نیم قرن اخیر مواجه است. رشد 300% اختلاس در 6 ماه گذشته. رئیس پلیس امنیت اقتصادی از افزایش شدید اختلاس و ارتشا در کشور خبر داد. و پایان رزمایش ارتش در مرز ایران و آذربایجان. خامنه ای میگوید کشورهایی که میخواهند امنیتشان را دیگران تأمین کنند سیلی خواهند خورد. بیشتر از 3 ماه از تعلیق مذاکرات احیای برجام می‌گذرد. مذاکرات احیای برجام که در بهار 1400 آغاز شده بود، با روی کار آمدن دولت رئیسی و تغییرات در دستگاه دیپلماسی خارجی متوقف شد. رایزنی درباره بازگرداندن ایران به میز مذاکره ماهاست که ادامه دارد. اروپایی‌ها نسبت به آغاز دوباره گفتگوها خوشبینند و می‌گویند برای بازگرداندن ایران روی چین هم حساب باز کردند. اما حالا جمهوری اسلامی برای بازگشت به مذاکره شرطی جدید تعیین کرده است. وزیر خارجه ایران در مصاحبه ای گفته مذاکره ای که انتهایش قهوه خوری باشد به درد نمی خورد و اگر آمریکایی ها واقعا به دنبال مذاکره هستند بخشی از دارایی بلوکه شده ایران را آزاد کنند تا بتوانیم بگوییم جو بایدن با ترامپ تفاوت دارد. حسین امیر عبداللهیان افسود آمریکایی ها به دنبال بازگرداندن فعالیت های هسته ای ایران به نقطه برجام هستند، در حالی که حاضر نیستند 10 میلیارد دلار از پول بلوکه شده ایران را آزاد کنند. او گفت دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی همواره بر شعار نه غربی و نه شرقی پایبند بوده و همانقدر که کشور را به آمریکا گره نمیزنیم به چین و روسیه هم گره نمیزنیم. دولت جدید ایران به هیچ وجه به 8 سال قبل و 5.5 سال قبل و 1 سال قبل باز نخواهد گشت. اگر میاد سر میز مذاکره فکر نکنید که ما میایم سر میز مذاکره برای اینکه با شما قهوه بنوشیم و خارج شیم دوباره هر کس برگرده به پایتختای خودش، حالا یه متنایی رو با هم تبادل کنیم. شما باید نیت و اراده واقعی خودتون رو نشان بدهید. همه چیز نیاز به مذاکره نداره. من در اونجا بودم، خیلی از کانال ها رو آمریکایی‌ها تلاش کردن باز کنن، به یه شکلی یه تماس با من بگیرن، پیام هایی رو منتقل بکنن. به یکی از کسانی که عامل پیام بود گفتم که آیا آمریکایی‌ها نیت واقعی دارن؟ گفت تصور میکنم نیت واقعی دارن. گفتم اگر نیت واقعی دارن بگید بخشی از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودی‌های مربوط به خود ما در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن، یه حرکتی بکنن که ما بتونیم بگیم جو بایدن با ترامپ یه تفاوتی داره. فرانسه به عنوان یکی از کشورهای عضو برجام بار دیگر تاکید کرده راه گفتگوها با تهران درباره توافق هسته‌ای تا ابد باز نخواهد بود. ژانیو لودریان در گفتگویی که از شبکه العربیه پخش شد گفت اقدامات ایران باعث شده بازگشت به میز مذاکره در وین پیچیده شود. وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد گفتگوها با تهران باید فعالیت‌های منطقه‌ای و برنامه‌های موشکی ایران را نیز شامل شود. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار از شهر بن در آلمان پرسیدیم به نظر می‌رسد ادامه مذاکرات برجام موکول شده به اینکه آمریکا پول‌های توقیف شده ایران را آزاد کند. چرا ایران برای ادامه مذاکره‌ها چنین شرطی را گذاشته و آیا شرط آزادسازی پول‌های توقیفی از سوی آمریکا و اروپا پذیرفتنی است؟ بله، ما تو جمهوری اسلامی یه چیزی داریم به نام شرطهایی که برای اجرا نشدن تصویب میشه. یعنی سال 1994 برج 7 مهما موقعی که برجام داشت امضا میشد آقای خامنه‌ای یه سری شروط نهگانه داد به روحانی و رسما هم اعلام کرد، صدا و سیما هم رسما مفصل تبلیغ کرد. بچه مدرسه‌ای هم میخوند میدونست که هیچ کدوم از این شرایط قابل اجرا نیست، در واقع شرطهایی بود برای اجرا نشدن. بعدا خود مقامات جمهوری اسلامی میان یه جورایی اینا رو رفع و رجوع میکنن. این شرط 10 میلیارد دلار هم یه جورایی به نظر میرسه شبیه اینه. البته الان در رسانه‌های
ایران دو تا روایت شما دارید میشنوید. یه روایت اینه که میگن آمریکا 10 آقای امیر عبداللهیان از آمریکا خواسته 10 میلیارد دلار از پولای ایران رو که به لوکه کرده آزاد کنه، که این به نظر میاد خیلی خنده‌دار باشه به این خاطر که کل پولای ایران در آمریکا الان کمتر از 2 میلیارد دلار هست، حتما 10 میلیارد دلار با احتساب سوداش هم حتی درست نیست، به این خاطر که اموال ایران یا در توافق الجزایر آزاد شد یا بعد از برجام آزاد شد یا یه تعدادش رو در واقع به دادگاه‌های آمریکایی پرداخت کردن به قربانیان عملیات‌های تروریستی توسط ایران. بنابراین حتی توسط آمریکا که حتما نمیتونه باشه. در مورد جامعه جهانی البته میتونه بحث قابل بحث باشه، منتها خب اگر قرار باشه این کار رو آمریکا انجام بده پس برای چی میخوان مذاکره بکنن؟ پس مذاکره برای چی باشه؟ من فکر می‌کنم این ناشی از نوع نگاه غلط دولت آقای رئیسی، اصولگرایان، بنیادگرایان است که نزدیک به آقای خامنه‌ای دارن، توهم دارن در مورد جامعه جهانی، تصور میکنن اگه صداشون رو بلند کنن، تصور میکنن اگه لجبازی کنن. سال‌هاست آقای خامنه‌ای میگه، سال‌هاست میگه اگه ما سر یه نقطه بایستیم اونا در لحظه آخر مجبور میشن عقب نشینی بکنن. ده‌ها بارم از این ایده عقب نشینی کرده، ده‌ها بار این ایده شکست خورده. سال 90 هم همین ایده رو آقای خامنه‌ای داشت، روزی که آقای احمدی نژاد میگفت ما ترمز و دنده عقب اتمی رو کندیم انداختیم دور، همین ذهنیت آقای خامنه‌ای بود که اگر ما دست بالا بگیریم آمریکایی‌ها نهایتاً تسلیم ما میشن. به اونجا رسید که آقای خامنه‌ای خودش یواشکی که پشت پرده با آقای صالحی گفت با آمریکایی‌ها شروع کن به مذاکره کردن. این بار هم چنین خواهد شد. البته به نظرم آمریکا بعدش نمیاد یه در واقع امتیازی ولو ظاهری بده که دولت آقای رئیسی امیر عبداللهیان بتونه افتخار بکنه، پوز سیاسیشو بده و برگردن به میز مذاکره. متأسفانه اینکه 10 میلیارد دلار ایران این شکل رو آزاد بکنن و این چیزی که آقای امیر عبداللهیان میخواد به نظر من بسیار بسیار بعیده. توضیحات مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از شهر بن در آلمان رو میشنیدید. در همین رابطه از بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین پرسیدیم وزیر خارجه جمهوری اسلامی شرط آزادسازی 10 میلیارد دلار پول ایران را برای ادامه مذاکره های برجام اعلام کرده. آیا این شرط گره مذاکرات را کورتر می کند؟ نه، فکر میکنم در واقع نشان دهنده این است که توقع جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده. اینکه تا حالا خیلی شرط و شروط عجیب غریب بزرگی میگذاشتن که بعضا اصلا قابل عملی نبودن، اما الان که میگن خب 10 میلیارد که در واقع برای یک کشور یک دولت مبلغ ناچیزیه، اینکه راضی میشن که 10 میلیارد دلار آزاد بشه، خب نشانه این اقلن این کام. بقیه صحبتهایشون البته خیلی دو پهلو و معلوم نیست، اما این کام نشانه این است که دیگه سنگ بزرگی نیست که علامت نزدن باشد. اما خب در عرصه‌های دیگر صحبت ایشون کاملا ناآشکار بود، پا در هوا. این که ما بر نمیگردیم به 5 سال پیش و 8 سال پیش و این صحبت ها، خب برجام در 6 سال پیش بود. این که برنمیگردیم معنیش اینه خب پس به کجا برمیگردید؟ اگه که موضوع برجام مطرح نیست پس صحبت از چیست؟ و مشکل بزرگی هم که قطعا باقی خواهد ماند، اینجا ایشون بهش اشاره نمی کنه، در جای دیگه، این که تحریم های که یکی خواستای غربی ها در مورد این که مثل که آقای لودریان هم کرده که سیاست منطقه جمهوری اسلامی هم مورد مذاکره قرار بگیره و به امید تجدید نظر یا سیاست موشکیش در اون ارتباط، اینا همه مشکلات بزرگی هستند که در مذاکرات خوابیدن و این دو تا واقعیت در واقع میشه اشاره کرد. یکی این که موضوع در وزارت خارجه ایران میماند، آنچنان که آقای وزیر خارجه ایران گفته موضوع در وزارت خارجه مانده و نه در شورای امنیت ملی، اقلا اجالتا اینجوریه. خب و موضوع دیگر این که به 10 میلیارد دلار راضی شدن، یعنی این که بگیم به نحوی تمایل به مذاکره است. توضیحات بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی از وین رو میشنیدید. مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد که طوفان حاره‌ای شاهین در مناطق چابهار و کنارک خسارت‌هایی بر جای گذاشته است. به گفته این مقام مسئول، بر اساس برآوردهای اولیه میزان خسارت حدود 30 تا 40 میلیارد تومان بوده است. برخی راه‌های ارتباطی به برخی از روستاها قطع شده و با فروکش آب امکان امدادرسانی و بازگشایی راه‌ها فراهم می‌شود. گزارش‌ها حاکی است که طوفان شاهین به سمت عمان در حال حرکت است.
وزیر نیرو اعلام کرد که ایران با خشکسالی بسیار سختی مواجه است و بر اساس آمار و گزارش‌ها این خشکسالی در 52 سال گذشته بی‌سابقه بوده است. در همین حال، گلال قفاری، پژوهشگر منابع آب دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد که بارش‌های امسال زیر حد نرمال بوده و پاییز خشکی در پیش است. این پژوهشگر همچنین عنوان کرد خشکسالی پدیده‌ای خزنده است و تأثیر آن در بلند مدت مشخص می‌شود و نمی‌توان به صورت دقیق زمان شروع و پایان آن را مشخص کرد. نماینده خرمشهر در مجلس در نشست بررسی آب و فاضلاب خوزستان گفت آبی که به آبادان و خرمشهر میرسد آب نیست و فاضلاب است و در این شهرها فاضلاب را به خورد مردم میدهیم. لفت احمد نژاد با تأکید بر مشکلاتی که این آلودگی آب برای مردم این دو شهر ایجاد کرده گفت در آبادان و خرمشهر مردم با توجه به این وضعیت آب با انواع مریضی ها و حساسیت های پوستی مواجه هستند. این نماینده مجلس همچنین عنوان کرد اوضاع آب آبادان و خرمشهر خوب نیست و باید به داد مردم خوزستان در بحث مسائل آب و کشاورزی رسید. از مجید الهامی فعال سیاسی از ایران پرسیدیم مشکل فاضلاب و آب آلوده در بیشتر شهرهای خوزستان وجود دارد. دلیل این مسئله چیست؟ اگر بخوایم در یک جمله بگیم فرسودگی اون دستگاه‌های انتقال آب و از طرفی عدم مدیریت صحیح در این اداراتی که مربوط به این مسئله است. اگر نگاه بکنیم خب ما آب از این رودخونه کارون باید به این مردم رسیده بشه. از طرفی هم بعد از پایان جنگ هیچ گونه تغییرات و نوسازی در این مراکز انجام نشد. نزولات آسمانی هم که کمبود داره و به سختی رسیده همونطور که وزیر نیرو گفته. از طرفی هم آب رو به قول معروف به مرکز کشور میبرن. این آبی که میاد بیشتر با فاضلاب، فضولات و پسماندهای کارخانجات، صنعتی، بیمارستان‌ها و کارخانه‌هایی که سر راه هستند و همینطور ادغام میشه و وقتی به آبادان و خرمشهر میرسه یه نهر فاضلابه. من بارها این رو عنوان کردم. رود کارون از سمت اهواز به سمت جنوب که حرکت میکنه و غرب یک نهر فاضلابیه. نهر آب که به قول معروف بشه از اون استفاده کرد وجود نداره. از طرفی هم قرار بود آبرسانی از مرکز پروژه القدیر بشه که اونم انجام نشده. به نوعی عدم مدیریت و فرسودگی باعث شده که توجهی به مسئله نشه. مدیران محلی هم متاسفانه کمکاری میکنن و با توجه به این تنشی که دو ماه پیش اومد و دغدغه‌ای که بین مردم بود و از این ور هم مسئولین قول‌های مساعدی داد، متاسفانه هنوز به سرانجامی نرسیده. با توجه به اینکه تمامی مسئولین مملکتی وقتی به اهواز یا خوزستان میان و بازدیدی دارن حق رو به مردم خوزستان میدن در کلام، ولی در عمل هیچ گونه توجهی به این مسئله و اقدامی نمیشه. توضیحات مجید الهامی فعال سیاسی از ایران رو میشنیدید. در همین رابطه از ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ پرسیدیم. نماینده خرمشهر به صراحت گفته که مردم آبادان و خرمشهر به جای آب شرب به فاضلاب دسترسی دارند. چرا وضعیت آب آشامیدنی در یکی از پرآبترین استانهای ایران تا این حد وخیم است؟ ابتدا این رو عرض بکنم که این مسئله کیفیت آب خوزستان هیچ ارتباطی با خشکسالی و بارش و اینهای به خصوص چیزی که تو این چند سال اخیر شدت گرفته یا اینکه امسال مثلا یک خشکسالی بوده که در 50 سال گذشته بی سابقه بوده نداره. یعنی این یک مسئله کاملا قدیمیه. من خاطرم از 15 سال پیش ما در صفحه اول روزنامه همشهری آن زمان اونجا کار میکردم، ما یک خبر کار کرده بودیم که یک کارشناس آلمانی که اومده بود بازدید از تاسیسات آبی خوزستان، بعد که خودش آلای گاز و ماشه انجام داده بود روی آب شرب شهر اهواز، یعنی مرکز استان، مهمترین شهر استان که از دو طرفش رودخونه‌های خیلی بزرگی دارن میگذره، از قلبش اصلا رود کارون داره میگذره، اونجا اون حتی با آب شرب شهر اهواز که مردم مینوشیدن حاضر نشده بود حتی به عنوان آب استحمام استفاده کنه، یعنی از آب معدنی استفاده کرده بود، از بطری آب معدنی، و این رو ما اینان تیت کرده بودیم آن زمان. این مسئله تاسیسات و زیرساخت‌ها است. خوزستان در دهه 40 یک رشد و توسعه عجیب غریبی پیدا میکنه به واسطه اقتصاد نفت، متناسب با اون شهرهای بزرگی شکل میگیرن، تأسیساتی شکل میگیره. بعد از اون 5 دهه مداوم خوزستان شاید بیشترین رشد جمعیت رو داشته، مثلا نرخ رشد زادآوری رو داشته،
اما تاسیسات همون تاسیسات دهه 40 هست عمدتا. نتیجه اینکه اون تاسیسات فرسوده، ناکافیه و جواب جمعیت کنونی رو نمیده و وضعیت موجود به حال اجتناب ناپذیره. غالبا این بودجه ها در حد وصل پینه کردن جاهایی بوده که دیگه خیلی به مثلا مسئله بحرانی رسیده، یعنی مردم یک جایی جونشون رو کف دستشون گذاشتن، اومدن توی خیابون تظاهرات کردن، بعدن کشته شدن توی همون تظاهرات به خاطر آب، بعد مثلا اومدن با تانکر آب رسانی کردن یا یک تسبیح خانه موقت آب رو انداختن. سپاه پاسداران از این تسبیح خانه های جنگی داره ظاهرا که میتونه جابجا بشه و قابل انتقال است، از اونها بردن. ولی اینکه بخوان اساسی زیر ساخت به اصطلاح مثلا تاسیسات آب خرمشهر رو حل کنن، آبادان رو، اهواز رو، نه، هرگز چنین کاری انجام نشده. نتیجه اینکه شما میبینید مشکل ادامه داره. توضیحات ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست از نروژ رو میشنیدید. رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا گفته در نیمه اول امسال ارزش ریالی اختلاس‌های صورت گرفته در ایران 333% جهش یافته است. به گفته محمد رضا مقیمی، میزان ریالی رشا و ارتشا نیز در این مدت 357% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. نه، نظر ارزش ریالی بیشتر از همه ما تو بحث اختلاس داشتیم و ارتشا، که تو اختلاس تقریبا نزدیک 333% ما نسبت به سال گذشته 300% افزایش، یعنی 3 برابر سال گذشته تو 6 ماه اول اختلاس رو داشتیم. بحث رشا و ارتشا ما همینطور، ما 357% افزایش داشتیم از نظر ارزش ریالی، که این رقم قابل توجهی، در حقیقت ما بیشترین درصد رو 357% ارزش ریالی افزایش داشتیم، که خب این رقم قابل توجهی، عرض کردم اختلاس و رشا و ارتشا دو تا جرمی هستن که ما تو 6 ماه اول سال بیشترین درصد رو از جهت ارزش ریالی داشتیم. از جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس، پرسیدیم. رئیس پلیس امنیت اقتصادی خبر داده در 6 ماه گذشته اختلاس از نظر ریالی و ارزش مالی 300% رشد داشته. اصولا اختلاس و این جهش اختلاسی به چه معناست؟ پرسش بسیار بجاییست. عمدتا فساد دولتی دو شکل دارد. یکی دزدیست یا اختلاس، یعنی مأمور دولتی با توجه به مقام و موقعیتی که دارد از مال و املاکی که ملت در اختیار او گذاشته است به حساب شخصی خودش برمی‌دارد. این یک کار یک سوی است. رشوه، باز هم مأمور دولتی از مقام خودش استفاده می‌کند که امتیازی را به کسی بدهد، اما این فساد دو سوی است، یعنی مذاکره می‌کنه با کسی که رشوه میده که به یک امتیازی بیشتر از حق خودش دسترسی پیدا کنه. این عمدتاً دو شکل فساد دولتی هستن. بر مبنای گزارشی که پخش کردید، هر دو شکل این فساد تقریباً 3 برابر شده است، عمدتاً در اواخر دوره آقای روحانی، که امری طبیعی است، معمولاً طبیعی البته در اواخر هر دوره ریاست جمهوری فساد دولتی که همیشه وجود دارد در نظام ولایی، در اواخر هر ریاست جمهوری به شدت رشد میکنه، چون مامورین دولتی آخرین استفاده ها رو از مقامشون میکنن و میگن اگر رفتیم استفادهمون رو کرده باشیم. توضیحات جمشید اسدی، اقتصاددان از پاریس رو میشنیدید. در همین رابطه از رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران، پرسیدیم آمارهایی که رئیس پلیس امنیت اقتصادی از وضعیت اختلاس در ایران داده به نوعی گنگ است و جهش اختلاس با عدد و رقم اعلام نشده. چرا آمار دقیقی از اختلاس منتشر نمی‌شود؟ بحث آمار و اطلاعات در ایران همون حلقه گم شده ای است که بسیاری از فسادها و اتفاقات رو رقم میزنه. شما ببینید اگر ایشون اقدام به اعلام آمار میکرد و به طور مثال میومد میگفت 1 میلیارد دلار اختلاس 6 ماهه نخست امسال بوده، خب باید این رو تفکیک هم میکرد و به بخش های مختلف در کدام حوزه، کدام بخش و به چه شکل، و به طور کلی در سیستم اقتصادی و قضایی و نظارتی ایران آمارهایی از این دست همواره محرمانه میمونند و مردم به نوعی نامحرم لحاظ میشن در نگاه دوستان، و هیچ آماری ما دسترسی نداریم برای اینکه نخواهند به جزئیات این اتفاق بپردازن. به صورت کلی یک عددی اعلام می شود و در نهایت هم از جزئیات اون، از اعلام جزئیات اون خودداری میشه، و این در حقیقت همون بحث عدم شفافیت هست که بسیاری از اتفاقات رو
در سطح اقتصاد خرد، اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان منجر میشه، موجب شده. به باور خود بنده اصلا دلیل اصلی این اتفاق برمیگردد به سال پایانی دولت‌های روحانی و اینکه قرار بود تمام وزرا، معاونین، مدیران کل، مدیران میانه، همه اینها قرار بود از بدنه اجرایی دولت خارج بشوند و در حقیقت یک نوعی شتاب دادن به اون غارت اموال ملی و بیت المال و این اتفاقات افتاده. ما طبق گزارش‌هایی که خود بانک مرکزی منتشر کرد برخلاف سال‌های گذشته فقط در همین امسال ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی در یک ماه و نیم نخست سال 90% تخصیص داده شد. این شتاب دهی و هیچ وقت اعلام نشد که این ارز به چه کسانی بابت چه کالایی داده شده و آیا اینها کالای چه سابقه ای داشتن و کالاهایی که قرار هست رو کی وارد چرخه اقتصاد میکنن و خواهند کرد. توضیحات رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران رو میشنیدید. رهبر جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه ارتش‌های منطقه می‌توانند امنیت را برقرار کنند گفت کسانی که با توهم تکیه بر دیگران گمان می‌کنند امنیتشان تأمین می‌شود به‌زودی سیلی این اعتماد را خواهند خورد. علی خامنه‌ای در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری امنیت را زیرساخت اساسی و مهم کشور در جهت پیشرفت و حضور آمریکا در منطقه را به عنوان زیربنای ویرانی و جنگ‌افروزی خواند. او گفت راه حل حوادث شمال غرب جلوگیری از دخالت ارتش‌های بیگانه است. رزمایش نظامی ایران در نزدیکی مرز آذربایجان روز شنبه و پس از 48 ساعت پایان یافت. تهران تاکید کرده که برگزاری رزمایش حق مشروعش است. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران هم مانور نظامی را پیامی به اسرائیل دانست و تهدید کرد تغییرات ژئوپلیتیک و تغییر مرزها تحمل نخواهد شد. امیر عبداللهیان تنش اخیر میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان را ناشی از تلاش اسرائیل و تروریست ها برای تخریب روابط دو کشور ایران و آذربایجان خواند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت پس از آزادسازی مناطق اشغال شده قره‌باغ اسرائیل نیز تلاش کرد از فرصت به وجود آمده حد اکثر سوء استفاده را کرده و در مرزهای ایران حضور پیدا کند. روزنامه وطن امروز در شماره امروزش با انتشار مطلبی با عنوان ما آماده ورودیم با لحنی تهدیدآمیز خطاب به کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان نوشت در صورتی که اقدامی برای تغییر در مرزهای ایران صورت گیرد نیروهای نظامی ایران وارد خاک ارمنستان خواهند شد و به گفته این روزنامه فتنه اسرائیل را عقیم می کنند. همزمان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توییتی نوشت مشکلات با همکاری و همدلی همه کشورهای منطقه حل و فصل خواهد شد و هر گونه نفوذ بیگانه جز شیطنت و تفرقه ثمری ندارد. شمخانی این توییت را علاوه بر زبان انگلیسی و فارسی به دو زبان عبری و عربی هم منتشر کرد. از جمشید فاروقی روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن در آلمان پرسیدیم چرا تنش بین ایران و آذربایجان بالا گرفته و آیا ممکن است این بحران به روابط ایران و ترکیه و احیانا پاکستان هم کشیده شود؟ ببینید تنش بین ایران و جمهوری آذربایجان خب در دهه‌های گذشته همچنان وجود داشته ولی به شکل پوچیده. ریشه‌های تاریخی هم داره که نمیشه الان بهش پرداخت. اما آن چیزی که میشه گفت این تنش این دوره جدید بعد از جنگ قره‌باغ و برنامه‌هایی که جمهوری آذربایجان و ترکیه برای اتصال خاک جمهوری آذربایجان به خاک ترکیه داشتن تشدید شده. ما شاهد این رزمایشی هستیم که در واقع در اواخر ماه سپتامبر در سواحل دریای خزر به میزبانی آقای علیوف برگزار شد و ترکیه و پاکستان هم در این رزمایش شرکت کردند. با اینکه ما میدونیم بر اساس توافق دریای خزر حضور نظامی کشورهایی که در واقع در همسایگی دریای خزر نیستن منع شده، ولی با این به رغم این ترکیه و پاکستان شرکت کردند و خود همین موضوع هم میتونه روی مناسبات ایران با پاکستان و ترکیه تاثیر منفی بگذاره و به تنش بین این سه کشور هم دامن بزنه. ببینید تمام تلاش جمهوری اسلامی این هست که تنشش با جمهوری آذربایجان شدیدتر از اون چیزی که در حال حاضر هست نشه، ولی اگر که جمهوری آذربایجان بخواد این سیاست خودش رو ادامه بده طبیعیه که رویکرد خصمانه‌ای بین دو کشور شکل میگیره. از یه طرف ما همکاری‌های جمهوری آذربایجان رو با اسرائیل داریم و از طرف دیگه
تلاشی که میکنند در ارتباط با انتقال کامیون‌هایی که از سوی ایران از در واقع گذرگاه نوردوز توی آذربایجان شرقی به سمت ایروان میره کارشکنی بکنن، عوارض بگیرن. حالا این عوارض فقط جنبه پول نداره، بلکه کارشکنی در بازرگانی خارجی در واقع ایران و ارمنستان و در واقع خط انتقالی بازرگانی ایران به سمت اروپا است. خب بی‌تردید تاثیرات خیلی خیلی وسیع میتونه داشته باشه و به خصومت بین ایران و جمهوری آذربایجان بیشتر از پیش دامن بزنه. توضیحات جمشید فاروقی، روزنامه نگار و کارشناس مسائل اروپا از کلن در آلمان رو میشنیدید. جمعی از معلمان در اعتراض به وضعیت معیشتی و رعایت نشدن طرح طبقه بندی معلمان در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، هرمزگان و اهواز تجمع کردند. بی توقف، بدهکار، بی ادعا، بی چاره، بی تفاوت به سرنوشت خویش و متظاهر به نمایش گذاشته است که جز سکوت کاری نمی کند و به اصطلاح به چاره نوعی خودسانسوری است، در حالی که واقعیت جز این باید باشد. جامعه ما باید بپذیرد که یک معلم چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: جسور و نترس، ظلم ستیز، مطالبه‌گر، چاره‌جو، مبارز، حقیقت گو، عدالت طلب، نوجو، نونگاه، اندیشه ساز، آگاه و راهجو. همچنین کارگران هفت تپه در ششمین روز اعتصاب خود مقابل فرمانداری شوش تجمع کردند و سپس در داخل شهر راهپیمایی کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند. کارگران شهرداری خرمشهر در اعتراض به پرداخت نشدن 6 ماه حقوق و 10 ماه حق بیمه مقابل فرمانداری این شهر تجمع کرده و خواستار رسیدگی مسئولان و پرداخت حقوقشان شدند. از همکارم نیکی محجوب از لندن پرسیدیم معلمان در چندین شهر در اعتراض به مشکلات معیشتی و صنفی خود تجمع کردند. چه جزئیات بیشتری درباره این تجمع‌ها داریم؟ معلم‌ها الان چند وقته که بحث دارن سر این طرح طبقه بندی مشاغل که 10 سال مسکوت مونده، قرار بوده در مجلس رسیدگی بشه، هنوز جوابی نگرفتن. بهشون وعده داده شده بوده رسیدگی میشه، باز هم جوابی نگرفتن و معلم‌ها به این نتیجه رسیدن که الان باید اعتراض بکنن. در بیش از 10 شهر امروز تجمع داشتیم، در قزوین و زنجان و رشت هم تجمع معلمان بوده و همینطور معلمان بازنشسته. معلمان بازنشسته حرفشون اینه که همسانسازی حقوقشون انجام بشه. معلمانی که خب در مشغول به کار هستن میگن همون طرحی که قرار بود لایحه‌اش رفته مجلس و کمیسیون آموزش هم تصویبش کرده اما در صحن مطرح نشده، یعنی طرح رتبه بندی به میزان 80% هیئت علمی، تاکیدشون هم اینه حقوق پایینه، شرایط معیشت سخته. از اون طرف خب وزارت آموزش و پرورش نیاز به معلم داره، 10,000 معلم آموزش و پرورش کم داره اما حاضر نمیشه استخدام بکنه. به جای استخدام معلم ها کاری که داره میکنه این، اگه 5 تا معلم بازنشسته میشن 1 نفر رو استخدام میکنه و بقیه معلمان رو بدون استخدام داره باهاشون کار میکنه، که معلم ها تأکیدشون اینه این به نوعی بردهداریه، چون حق و حقوق معلم ها داده نمیشه. از اون طرف کیفیت آموزش هم پایین میاد و یه چرخه ایه که هم روی زندگی معلم ها تأثیر میذاره، هم روی زندگی و آموزش دانش آموزان. توضیحات همکارم نیکی محجوب از لندن رو میشنیدید. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.